اخلاق. نینی دختر کوچولوی 6 ساله‌ای بود که با بقیه هم سن و سالای خودش فرق میکرد. میدونید چه فرقی بچه ها؟ بله، اون همیشه اخماش تو هم بود و جیغ و داد میکرد. همش در حال قهر و بهانه و جیغ و داد بود. برای چیزای ساده و الکی جیغ میکشید. خلاصه یه دختر کوچولوی بد اخلاق و نقنقو بود. برای همینم هیچ دوستی نداشت. میدونید چرا؟ درسته، چون هیچ بچه‌ای دوست نداره با یه آدم جیغ جیغو و بد اخلاق بازی کنه. نینی وقتی همه چیز اونطور که اون دلش میخواست نبود، اخم میکرد. چون اجازه نداشت قبل از غذا شکلات بخوره، اخم میکرد. چون یه اسباب بازی میخواست و پدر مادرش براش نمیخریدن، جیغو داد میکشی. اونقدر مغازه رو روی سرش میذاشت تا جایی که آقای مغازه‌دار مجبور میشد اونو بندازه بیرون. نینی براش فرق نمیکرد کجا و چرا و با چه کسی بد اخلاقی میکنه. حتی وقتی خوابش میومد و حوصله نداشتم، اخ میکرد و شروع به گریه و نقنق میکرد. خودشو هر جا که بود رو زمین میانداخت و پاهاشو به زمین میکوبید و جیغ میزد. یه روز بعد از ظهر نینی با مادرش به خرید رفت. مادر میخواست وسایل لازم برای شامو بخره. نینی طبق معمول از خونه که راه افتاد بد اخلاقی رو شروع کرد و بهانه گرفت. همش میگفت این کفش رو نمیپوشم، با ما اذیت میکنه. از این پیرن خوشم نمیاد، رنگش دوست ندارم. موامو نمیخوام اینجوری ببندم مامان. موامو باید دنبسپی ببندی، تازه موقعی شونه کردن دردم میاد. خب نمیخوام دیگه. بله بچه ها، اونا بالاخره از خونه با هر درد سری که بود به راه افتادن. کمی که رفتن، مادر کنار خیابون ایستاد تا سوار ماشین بشن. خیلی زود ماشین اومد و اونا رو سوار کرد. ولی نینی باز اخماش تو هم بود و میگفت من توی ماشین حالم بد میشه. چه ماشین سوار شدی؟ خب پیاده میرفتیم دیگه. خب نمیگم من سوار ماشین نمیشم. مادر که دیگه عصبانی شده بود گفت قد نق نزن بچه، این همه راه رو چجوری میتونستیم پیاده بریم؟ نینی که دید مامان خیلی عصبانی ساکت شد و دیگه حرفی نزد. وقتی به فروشگاه رسیدن، از ماشین پیاده شدن و وارد فروشگاه شدن. مادر یه بسته لوبیا برداشت و تو سبد خرید گذاشت. نینی تا چشمش به لوبیا افتاد، چیق بلندی کشید و گفت مگه نمیدونی من لوبیا دوست ندارم؟ من از لوبیا بدم میاد. خب بدم میاد، نخر لوبیا نخر. مادر که دید همه دارن به اونا نگاه میکنن، خجالت کشید و مجبور شد بسته لوبیا رو سر جای خودش بذاره. بعد خواست بره کلم و کاهو بخره، اما نینی اونا رو هم دوست نداشت. بازم جیغ زد و اخماشو توی هم کرد. یه دفعه نینی چشمش به یه بسته بزرگ کالباس افتاد. اونو برداشت و فوری توی سبد گذاشت. ولی مادر بسته کالباسو از توی سبد برداشت و سر جاش گذاشت. نینی فریاد زد من میخوام برای شام کالباس بخورم. من کالباس میخوام. ولی مادر با ناراحتی گفت کالباس اصلاً چیز خوبی نیست. من و پدرتون رو دوست نداریم. برای همینم نمیخرمش.
بعدم دست نینی رو گرفت و با عصبانیت از فروشگاه بیرون رفت. بله بچه، طفلی مادر که خیلی خسته شده بود تصمیم گرفت به خونه برگرده و اصلاً هم خرید نکنه. اونا کنار خیابون وایستادن و منتظر ماشین شدن. اما ناگهان مادر یادش اومد که نینی توی ماشین شروع به داد و فریاد میکنه و اصلاً دوست نداره سوار ماشین بشه. برای همینم تصمیم گرفت که پیاده بره. کمی که راه رفتن، نینی خسته شد و رو به مادرش کرد و گفت: مامان، من خسته شدم. خیلی راه رفتیم. چرا با ماشین نمیری؟ مادر جواب داد: آخه تو خودت گفتی که از ماشین بدت میاد. خودت گفتی که حالت بد میشه، ماشین رو دوست نداری. نینی که دید این همون حرفیه که موقع رفتن به فروشگاه خودش به مامان زده، ساکت شد و چیزی نگفت، ولی بازم اخماش توی هم بود. توی راه از کنار یه مغازه اسباب بازی فروشی رد شدن. نینی تا چشمش به اونا افتاد، دوباره آژیر جیغ و دادش به صدا در اومد و گفت: من عروسک میخوام، یلا یلا، باید برام بخریم همین حالا، من عروسک میخوام. بعدم پاهاشو به زمین کوبید. مادر دست اونو کشید و از جلوی مغازه رد شدن. بعد گفت: تو که دختر خوبی نبودی. اما اگه قول بدی که دیگه اخم نکنی و بد اخلاق نباشی، برات میخرم. بالاخره اونا به خونه رسیدن. نینی توی خونه هم دست از بهانه جویی و بد اخلاقی بر نداشت. اون وقت غذا خوردن، وقت حمام کردن، موقع مسواک زدن، حتی موقع خوابیدن هم چیک و داد کرد و گفت که از همه این کارا بدش میاد. فردای اون روز مادر بزرگ به خونه اونا تلفن کرد. مادر هم همه چیزو براش تعریف کرد. مادر بزرگ گفت: مادر جون، من نقشه خوبی براش دارم. فردا بیارش خونه ما تا بگم میخوام چی کار کنم. بله بچه ها، فردای اون روز اونا بلند شدن تا به خونه مادر بزرگ برن. نینی مثل روزای قبل از همه چی بهونه گرفت و بد اخلاقی کرد. توی راه خیلی اذیت کرد. موقع سوار شدن به ماشین بازم نینی سر و صدا کرد. خلاصه با هر زحمتی که بود اونا به خونه مادر بزرگ رسیدن. مادر اونجا هم بد اخلاقی ها و بهانه گیری های نینی رو برای مادر بزرگ تعریف کرد. مادر بزرگ گفت: بذار امروز پیش من بمونه. فردا که آوردمش خونه حتما رفتاراشو درست میکنه. مادر قبول کرد. نینی هم با شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. مادر از اونا خداحافظی کرد و به خونه برگشت. مادر بزرگ به نینی گفت: دختر گلم، مادر الهی قربونت برم، بهتره بیایم اول ناهارمونو بخوریم، بعد حالا یه فکری میکنیم. مادر بزرگ برای ناهار ماهی درست کرده بود. اون میزو آماده کرد و نینی رو صدا زد. سر میز غذا تا نینی چشمش به ماهی افتاد فریاد زد و گفت: من ماهی دوست ندارم. ماهی نمیخورم، بو میده. من نمیخوام، یه چیز دیگه به من بده. بعدم شروع به کوبیدن روی میز کرد. مادر بزرگ که از رفتار نینی تعجب کرده بود و ناراحت شده بود گفت: اشکالی نداره مادر، میتونی نهار نخوری. ما چیز دیگه که غیر از این برای خوردن نداریم، همین. نینی که اصلا فکر نمی کرد مادر بزرگی همچین جوابی بهش بده، از سر میز بلند شد و اخماشو تو هم کرد و یه گوشه ای نشست. مادر بزرگم اصلا به اون اعتنایی نکرد. ناهارشو آروم خورد و میزو جمع کرد.
نینی هم مشغول تماشای تلویزیون شد. عصر اون روز طبق نقشه مادر بزرگ و نینی با همدیگه بیرون رفتن. اونا راه زیادی رفتن. طفلی نینی که ناهارم نخورده بود و گرسنه بود، از بس پیاده را رفته بود، حسابی خسته شد. بعد رو کرد به مادر بزرگ و گفت: خیلی مونده برشیم، من خسته شدم، سوار ماشین شیم. مادر بزرگ جواب داد: نه نینی جونم، من شنیدم تو توی ماشین حالت بد میشه، شنیدم تو ماشین رو دوست نداری، برای همین هم خب مجبوریم پیاده بریم، من پیرزنم دارم باهات پیاده میام مادر. نینی که خیلی خیلی خسته و گرسنه بود، یه گوشه ایستاد و سرشو انداخت پایین و به مادر بزرگ گفت: خواهش میکنم با ماشین بریم، پوم درد گرفته. مادر بزرگ گفت: باشه مادر، با ماشین میریم، اما باید قول بدی که توی ماشین بهونه نگیری یا یه موقع سر صدا نکنی. یا نینی قبول کرد و قول داد که اصلاً بهانه گیری نکنه. بعد هر دو سوار ماشین شدن. به بازار که رسیدن، مادر بزرگ و نینی از کنار مغازه میوه فروشی رد شدن. نینی که خیلی گرسنه بود، دهنش حسابی آب افتاد. یه نگاهی به میوه ها کرد و... ولی مادر بزرگ بهش گفت: بیا بریم مادر، بیا، شنیدم که تو میوه و سبزی اصلا دوست نداری. کمی جلوتر فروشگاه بود. نینی با حسرت نگاهی به خوراکیای توی فروشگاه کرد، اما میدونست بازم همون اتفاقی کنار میوه فروشی افتاده بود میفته. بله، مادر بزرگ دستشو کشید و گفت: نینی جان، زود بیا دیگه، میدونم تو که هیچ کدوم اینا رو دوست نداری، خودت گفتی مادر. نینی با تعجب پرسید: پس برای شام چی بخوریم؟ نمیخوای چیزی بخری؟ مادر بزرگ جواب داد: شام ماهی داریم، همون ماهی ظهر، من که اونو میخورم، تو هم که ماهی دوست نداری خب هیچی نمیخوری مادر. بعد ادامه داد: اصلا یادم رفته بود که تو هیچی دوست نداری، بیا برگردیم خونه مادر، تو که اصلا از هیچی خوشت نمیاد که. نینی نگاهی به مادر بزرگ کرد و چون میدونست خودش باعث این کارا شده، هیچی نگفت. اونا به خونه رسیدن. هر دو حسابی خسته و گرسنه بودن. نینی از گرسنگی دلش قار و قور می کرد. اون شروع به جیغ و داد کرد و گفت: من گرسنه‌ام، شام میخوام مامان، من شام میخوام، به من شام بدی. مادر بزرگ گفت: شام ماهی داریم، اگه قول میدی بخوری و جیغ و داد نکنی و بهانه نگیری برات میارم. نینی خیلی زود همه شرط و شروط رو قبول کرد و کنار میز نشست. مادر بزرگ غذا رو آورد. نینی هم که خیلی گرسنه بود، فوراً با اشتها شامشو خورد. مادر بزرگ از این که میدید نقشش فایده داشته خیلی خوشحال شده بود. بعد از شام مادر بزرگ به نینی گفت: نینی جان مادر، شنیدم تو دوست نداری بخوابی، پس بیا اینجا بشین تا من برات قصه تعریف کنم. بعد یه کتاب بزرگ برداشت و شروع به خوندن کرد. همینطور که کتابو میخوند به نینی گفت: نخوابی یا، دارم برای تو میخونم. نینی که فکر میکرد پیشنهاد خوبیه، قبول کرد و گفت: نه مادر بزرگ، من حاضرم تا صبح بشینم و شما برام قصه بخونید.
مادر بزرگ تند و تند قصه ها رو برای نینی خوند. یکی، دوتا، سه تا، ده تا. نینی کم کم سرش درد گرفته بود و چشاش شروع به سوختن کرد. اون وقت با صدای خواب‌آلود گفت: خوابم میاد، خسته شدم، میتونم بخوابم؟ مادر بزرگ به اون نگاه کرد و گفت: نه، تو که از خواب خوشت نمیاد، باید تا آخرش بشینی گوش بدی مادر. بعد چند تا قصه دیگه هم خوند. نینی به اندازه کافی تنبیه شده بود. اون با ناراحتی به مادر بزرگ گفت: فقط مخوام. مادر بزرگ لبخندی زد و اونو بوسید و گفت: بخواب مادر، بخواب، خوابای خوب ببینی. بله بچه ها، نینی انقدر خسته بود که خوابش برده بود. مادر بزرگ که دید نینی خوابیده به مادرش تلفن زد و همه ماجرا رو براش تعریف کرد. به مادر گفت: فکر کنم نینی امروز به کارای بدش پی برده. بله، اون دیگه اونا رو تکرار نمی کنه. مادر خوشحال شد. قرار شد که فردا صبح برای بردن اون به خونه مادر بزرگ بیاد. نینی صبح که از خواب بیدار شد خیلی سرحال و خوشحال بود. اون دیشب تصمیم گرفته بود که دیگه اخم و بداخلاقی و لجبازی و بهونه گیری رو کنار بذاره. اون زود دست و روش و شست و با خوشحالی به مادر بزرگ سلام کرد و کنار میز صبحانه نشست. اون هر چیزی که مادر بزرگ برای صبحانه گذاشته بود، مثل کره، مربا، عسل، خامه، همه رو حسابی خورد و تشکر کرد. تازه صبحانش تمام شده بود که صدای زنگ در رو شنید. نینی دوید و در رو باز کرد. بله بچه ها، مادر بود. مادر وارد شد. یه چیزی هم پشتش قایم کرده بود. نینی تا چشمش به مادر افتاد خوشحال شد و پرید تو بغل مادر رو سلام کرد. مادر از اینکه نینی رو اینقدر خوش اخلاق و مهربون دیده بود خوشحال شد. بعد چیزی رو که قایم کرده بود به نینی داد و گفت: اینم جایزه‌ای که بهت قولشو داده بودم. نینی با خوشحالی هدیه رو باز کرد و توی اون یه عروسک رو دید. بله بچه ها، یه عروسک بزرگ و قشنگ. فقط این عروسک یه عیبی داشت. اگه گفتید عیبش چی بود؟ بله بچه ها، این عروسک خوشگل اخمو بود. نینی تا اونو دید یاد خودش افتاد و به مادر و مادر بزرگ نگاه کرد و سرشو پایین انداخت. بعدم هر ستایی با هم زدن زیر خنده. از اون به بعد نینی هر وقت به این عروسک نگاه می کرد یادش می افتاد که اخم کردن و بد اخلاقی کار بدیه. فوراً اخماشو باز می کرد و می خندید. چابه کنین شو تیت زبیان سر بزنی.